خودتو بکش. بودایی ها میگن تصوری که از خود داری یک ساختار ذهنی الکیه و باید کلن بی خیال این ایده بشی که توی وجود داری. میگن معیارهای الکی که بر اساسشون خودتو تعریف میکنی تو رو به دام میاندازن و در نتیجه بهتره که همه چی رو رها کنی. یه جورایی آیین بودا بهت میگه که به هیچ بگیری. یه خورده ناجور به نظر میرسه، ولی این روی کرد به زندگی مزایای روانشناختی داره. وقتی بیخیال داستانهایی میشیم که در مورد خودمون برای خودمون تعریف میکنیم، به خودمون این آزادی رو میدیم که عمل کنیم و شکست بخوریم و رشد کنیم. وقتی یکی با خودش میگه میدونی شاید من توی روابط خوب نیستم، یهو احساس آزادی میکنه که دست به کار بشه و ازدواج داغونشون رو تموم کنه. الان دیگه هویتی نداره که با موندن در این ازدواج بد ازش محافظت کنه و چیزی رو به خودش ثابت کنه. وقتی دانش آموزی با خودش اقرار میکنه که میدونی شاید من یک یاغی نیستم، فقط شاید ترسیدم، اون وقت آزاده که دوباره بلند پروازی کنه. الان دیگه دلیلی نداره که با دنبال کردن رویاهای آکادمیکش و شاید شکست خوردن در اونها حس کنه چیزی هویتش رو تهدید میکنه. وقتی کارشناس فروش بیمه با خودش اعتراف میکنه که میدونی شاید هیچ چیز منحصر به فرد یا ویژه در مورد رویاهام یا کارام وجود نداره، اون وقت رها میشه که به نوشتن اون فیلم نامه یک شانس درست حسابی و صادقانه بده و ببینه چی میشه. هم خبرهای خوب و هم خبرهای بدی براتون دارم. هیچ چیز منحصر به فرد یا ویژه در مورد مشکلات شما وجود نداره. اگه هم باشه خیلی رزمیزه است. برای همینه که ول کردن اینقدر رهایی بخشه. ترس ناشی از اطمینان غیر منطقی یه جور خودخواست پنداری با خودش میاره. اگه فرض رو بر این بگیری که هواپیمای تو همونه که سقوط میکنه یا اینکه ایده پروژت همونه که قرار همه بهش بخندن یا اینکه تو اونی هستی که قرار همه دستت بگیرن و مسخرت کنن، اون وقت به طور ضمنی داری به خودت میگی من استثناء هستم، من شبیه به هیچ کس نیستم، من متفاوت و خاص هستم. این خودشیفتگی محض. فکر میکنی مشکلات تو استحقاق این رو دارن که یه جور متفاوت باهاشون برخورد بشه و اینکه مشکلات تو ریاضیات خاصی داره که از قوانین فیزیکی کائنات تبعیت نمی کنه. توصیه من به شما: خاص نباش، منحصر به فرد نباش، معیارهات رو در چشم‌اندازی وسیع‌تر و خاکی‌تر باز تعریف کن. انتخاب کن که خودت رو به عنوان یک ستاره نوظهور یا نابغه کشف نشده ارزیابی نکنی. انتخاب کن که خودت رو به عنوان قربانی بیچاره یا بازنده ترحم برانگیز نسنجی. عوضش خودت رو با هویت‌های خاکی‌تر ارزیابی کن. یک دانش آموز، یک همسر، یک همدم، یک دوست، یک خالق. هرچه هویتی که برای خودت انتخاب می‌کنی محدودتر و کمیاب‌تر باشه، چیزهای بیشتری به نظرت تهدید به حساب میان. به همین دلیل خودت رو به ساده ترین و معمولی ترین روش ممکن تعریف کن. این اغلب به این معنیه که بی خیال انگارهای بلند مرتبه‌ای بشی که در مورد خودت ساختی که تو به طرز بی همتایی باهوشی یا بی اندازه با استعدادی یا به طرز پشمیزونی جذابی یا یه جور بیرحمانه قربانی شدی که کسی حتی تصورش رو هم نمیتونه بکنه. باید بیخیال حس خود محق بینی بشی و
و دست از این اعتقاد برداری که یک چیزی از دنیا طلبکاری، یعنی باید بیخیال ذخیره سرخوشی های عاطفیت بشی، همون که چند سال داری روش میگذرونی، مثل یک هروئینی که میخواد سرنگ رو بندازه کنار. تو هم وقتی بیخیال این چیزها میشی وارد دوره ترک میشی، ولی از این دوره ترک آدم خیلی بهتری میایی بیرون. چجوری کمتر به خودمون مطمئن باشیم؟ زیر سوال بردن خود و شک کردن به افکار و باورهامون یکی از سخت‌ترین مهارت هاست، ولی میشه یادش گرفت. در ادامه چند سوال مطرح میکنم تا بهتون کمک کنم عدم اطمینان بیشتری رو در زندگی پرورش بدیم. سوال یک، نکنه دارم اشتباه میزنم. یکی از دوستام اخیراً نامزد کرد. مردی که قراره باهاش ازدواج کنه آدم درست حسابیه. مشروب نمیخوره، با دوستم بدرفتاری نمیکنه، آدم خوشمشربی و شغل خوبی هم داره. ولی از وقتی با هم نامزد کردن، برادر دوستم دم به دقیقه بهش سرکوب میزنه که چرا اینقدر تصمیمات نابالغی برای زندگیت میگیری؟ با این پسره قرار زندگیت به فنا بره. داری اشتباه میکنی و رفتاری غیر مسئولانه داری. و هر وقت دوستم از برادرش میپرسه که مشکلت چیه؟ چرا این قضیه اینقدر رو مخته؟ داداشه جوری رفتار میکنه انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. هیچ مشکلی نیست. این نامزدی موردی نداره که آزارش بده. و فقط داره سعی میکنه به خواهرش کمک کنه و ازش مراقبت کنه. ولی پروازه که چیزی داره اذیتش میکنه. شاید نگرانی ها و ضعف های خودش در مورد امر ازدواج باشه. شاید یک رقابت خواهر برادری باشه. شاید حسادت. شاید هم نمیدونه چجوری خوشحالیشو برای دیگران ابراز کنه بدون اینکه اول حس غارت و بیچارگی بهشون نده. یک قانون کلی بهتون بگم، هممون بدترین ناظران خودمون هستیم. وقتی عصبانی، حسود یا ناراحت هستیم، اغلب اوقات آخرین کسی هستیم که متوجه میشیم و تنها راه پی بردن بهش اینه که با زیر سوال بردن مداوم خودمون و باورهامون در سپر اطمینان و قطعیت شکاف ایجاد کنیم. دارم حسودی میکنم؟ و اگه میکنم چرا؟ عصبانیم؟ خواهرم درست میگه و من صرفاً دارم از منیتم محافظت میکنم؟ سوالهایی از این دست باید به یک عادت ذهنی تبدیل بشن. در خیلی از موارد همین عمل ساده پرسیدن این دور سوالها از خودمون تواضع و همدلی لازم برای حل کردن خیلی از مسائل رو بهمون میده. ولی مهمه به این نکته توجه کنی که زیر سوال بردن انگاره ها و تصورات خودت داله بر این نیست که لابد انگاره ها و تصورات اشتباهی داری. اگه همسرت فقط به خاطر اینکه دلمه ها رو سوزوندی با کتک سرخ و کبوتت کنه و تو از خودت بپرسی که آیا این اشتباه فکر میکنی که اون داره باهات بدرفتاری میکنه، خب معلومه که بعضی وقتا اشتباه نمیکنی. ولی درست میگی. هدف اینه که سوال رو بپرسی و در اون لحظه به انگارها توجه کنی، نه اینکه از خودت متنفر باشی. لازمه یک بار دیگه یادآوری کنم که برای هر تغییری در زندگی باید یک چیز رو اشتباه بزنی. اگه مثل بدبختی چاره ها هر روز گوچه خونه نشستی، این یعنی در مورد یک چیز گنده و مهم در زندگی اشتباه میکنی. و تا وقتی که نتونی خودتو رو به راه کنی و برای پیدا کردن اون چیز زیر سوال ببری، چیزی تغییر نمی کنه. سوال دو، اگه من اشتباه کنم چه معنایی داره؟ خیلی ها هستن که این توانایی رو دارن از خودشون بپرسن که آیا اشتباه می کنن یا نه؟ ولی عده کمی هستند که میتونن چند قدم جلوتر برن و اقرار کنن به اینکه اشتباه بودنشون چه معنایی داره.
دلیلش هم اینه که معنای بالقوه‌ای که برای اشتباه بودنمون خوابیده اغلب دردناکه، چون نه تنها ارزش‌هامون رو مورد بازجویی قرار میده، بلکه ما رو مجبور میکنه ارزش‌های متفاوت و متناقض رو مورد توجه و موشکافی قرار بدیم. ارسطو یک بار نوشت از ویژگی‌های یک ذهن با فراست اینه که میتونه افکار رو در سر بپرورونه بدون اینکه اونها رو بپذیره. توانایی نظاره کردن و سبک سبینگین کردن ارزش‌های مختلف بدون اینکه لزوماً اونها رو بپذیریم شاید محوری ترین مهارت لازم برای تغییر معنادار زندگیمون باشه. مثلا در مورد برادر دوستم سوالی که باید از خودش بپرسه اینه: اگه من در مورد ازدواج خواهرم اشتباه میکنم، برای من چه دستاورد معنایی داره؟ اغلب جوابی که میشه به این سوال داد خیلی ساده و سرراسته و یه چیزی تو این مایه هاست: من یک عوضی خودخواه، سست و خودشیفته هستم. اگه حق با اون نباشه و نامزدی خواهرش سالم و خوشحال و اوکی باشه، اون وقت هیچ جور نمیشه رفتارش رو توضیح داد مگر از طریق ارزش‌های داغونش و حسای ناامنی و ضعف. اون فکر میکنه که میدونه چی برای خواهرش خوبه و اینکه خواهرش نمیتونه تصمیم‌های بزرگی برای زندگیش بگیره. فکر میکنه این حق و مسئولیت رو داره که برای خواهرش تصمیم بگیره. اطمینان راسخ داره که خودش درست میگه و بقیه دارن اشتباه میکنن. حتی وقتی این خودمحق بینی کشف و آشکار میشه، چه در برادر دوستم و چه در خودمون، اعتراف کردن بهش کار سختیه، درد داره. به همین دلیله که آدمهای معدود این سوالهای سخت رو از خودشون میپرسن. ولی این پرسجوها برای کشف ریشه مشکلاتی که محرک رفتارهای بد برادر دوستم یا خودمون هستن لازم و ضروری‌اند. سوال 3: آیا اشتباه بودنم مشکل بهتر یا بدتری نسبت به مشکل الانم به وجود میاره، چه برای خودم و چه برای دیگران؟ این یک تست درست حسابیه که مشخص کنیم ارزش هامون قرص و محکم سر جاشون هستن یا اینکه یک آدم دمدمی مزاج عصبی هستیم که به همه و به خودمون نارو میزنیم. اینجا هدف اینه که ببینیم کدوم مشکل بهتره، چون در نهایت همونطور که پاندای سرخوردگی گفت، مشکلات زندگی ته ندارن. برادر دوستم چه گزینه‌هایی داره؟ الف: به ایجاد استکاک و تنش در خانواده ادامه بده و لحظه‌هایی که میتونه خیلی قشنگ پیش بره رو پیچیده و درهم بکنه و فاتحه بخونه به اعتماد و احترامی که بین خودش و خواهرش وجود داره. همش به این دلیل که حدس میزنه، بعضی ها بهش میگن شهود یا حس ششم، حدس میزنه این آدم پسر خوبی برای خواهرش نیست. ب: نسبت به تواناییش در تشخیص خوب و بد برای زندگی خواهرش بی‌اعتماد بشه و فروتنانه به توانایی خواهرش در گرفتن تصمیمات زندگیش اعتماد کنه. اگه هم نتونست اعتماد کنه، حداقل به خاطر عشق و احترامی که بهش داره با نتایج این تصمیم کنار بیاد و زندگی خودشو بکنه. خیلی ها گزینه الف رو انتخاب میکنن چون مسیر راحت تریه، فکر کمتری میخواد، لازم نیست احتمالات دیگر رو در نظر بگیری و لازم نیست تصمیماتی که دیگران میگیرن و به مزاج شما خوش نمیان رو تحمل کنی. این گزینه بیشترین میزان بدبختی رو برای همه به بار میاره. گزینه به اون چیزیه که روابط سالم و خوشحالی رو بر پایه اعتماد و احترام ایجاد و حفظ میکنه. گزینه به آدمها رو مجبور میکنه متواضع بمونن و به نادونی خودشون اقرار کنن. گزینه به آدمها این توانایی رو میده
ضعف ها و ناامنی هاشون رو پشت سر بذارن و موقعیت هایی که شتاب زده غیر منصفانه یا خودخواهانه هستن رو تشخیص بدن. ولی گزینه ب سخت و دردناکه و به همین دلیل بیشتر آدم ها انتخابش نمی کنن. برادر دوستم در اعتراض به نامزدی خواهرش وارد یک جنگ فرضی با خودش شد. البته که اعتقاد داشت در حال تلاش برای محافظت از خواهرشه، ولی همونطور که قبلا دیدیم اعتقادها باد هوان و حتی بدتر اغلبشون برای توجیه کردن ارزش‌ها و معیارهای فعلیمون ایجاد شدن. حقیقت ماجرا اینه که برادر دوستم ترجیح میده رابطش با خواهرش رو به فنا بده به جای اینکه این احتمال رو در نظر بگیره که ممکنه حق با اون نباشه. با وجود اینکه حتی شاید خودش هم بدونه دومی بهش کمک میکنه رشد کنه و ضعف ها و ناامنی هاش رو کنار بذاره، چیزهایی که دلیل اصلی اشتباهاتش بودن. من سعی میکنم قوانین معدودی برای خودم و زندگیم داشته باشم، ولی قانونی دارم که سالهاست مطیعش هستم. اگه قضیه این باشه که من به فنا رفتم یا همه انسانهای دیگه به فنا رفتن، به احتمال خیلی خیلی زیاد من اونی هستم که به فنا رفته. تجربه اینو به هم ثابت کرده. من همون دیوونه‌ای هستم که بیشتر از موهای سرم کارهای اشتباه ازم سر زده، چون احساس ناامنی می کردم و اطمینانهای الکی و معیوبی داشتم. نمیخوام بگم هیچ وقت پیش نمیاد که بقیه دارن اشتباه میکنن، و نمیخوام بگم که هیچ وقت پیش نمیاد که تو از بیشتر آدمها درست‌تر بگی. فقط میخوام یه واقعیتی رو بهتون بگم. اگه شرایطی پیش بیاد که درش حس کنی در مقابل بقیه دنیا قرار گرفتی، احتمالش زیاده که فقط خودت در مقابل خودت قرار گرفته باشی. فصل 7. شکست مسیر رو به جلوییه. وقتی این رو بهتون میگم واقعا از سعی دلم میاد. من خوششانس بودم. سال 2007 فارغ التحصیل شدم، دقیقا همون زمانی که دلار سقوط کرد و رکود اقتصادی بزرگ دامنگیر آمریکا شده بود. اومدم وارد بازاری بشم که داشت بدترین روزهاشو در 18 سال اخیر تجربه میکرد. حالهاش همون روزها بود که فهمیدم دختری که یکی از اتاقهای آپارتمانم رو اجاره کرده بود، 3 ماه بود که اجارهشو پرداخت نکرده بود. وقتی به روش آوردم زد زیر گریه و رفت و غیبش زد. از این بهتر نمی شد. من و همخونم مجبور بودیم اجاره اون رو هم بدیم. خدا حافظ کلک عزیزم. تا 6 ماه بعدش خونه یکی از دوستام روی کاناپش زندگی کردم. آگهی های عجیب و غریب مشاغل رو ورق می زدم و نهایتا تلاشم رو می کردم که با کمترین بدهکاری ممکن این روزها رو بگذرونم تا یک کار واقعی پیدا کنم. میگم خوششانس بودم، چون وقتی وارد دنیای آدم بزرگا شدم یک شکست تمام عیار بودم. از ته ته شروع کردم و این بزرگترین ترس خیلی از آدم ها سرمسیر زندگی وقتی که میخوام کسب و کار جدیدی رو شروع کنن یا مسیر شغلیشون رو تغییر بدن یا از یک شغل داغون استعفا بدن. و من همین که وارد شدم دم در این رو تجربه کردم. اوضاع فقط میتونست بهتر بشه. پس آره دیگه، خوش شانس بودم. وقتی روی یک خوشخواب رنگ پریده بوگندو دراز کشیدی و داری سکه هات رو میشموری که بفهمی آیا این هفته میتونی از مکدونالد تغذیه کنی و همزمان 20 تا رزومه رو فرستادی و جوابی دریافت نکردی، اون موقع شروع کردن یک وبلاگ و کسب کار اینترنتی الپقانه خیلی هم ایده ترسناکی به نظر نمیرسه. اگر هر پروژه‌ای که شروع می‌کردم شکست می‌خورد، اگر هر پستی که می‌نوشتم خونده نمی‌شد، تنها اتفاقی که می‌افتاد این بود که برمیگشتم همون جایی که شروع کرده بودم. پس با خودم گفتم چرا امتحانش نکنم.
خود شکست یک مفهوم نسبیه. اگر معیار من این بود که یک آنارشیست کمونیست انقلابی بشم، اون وقت ناتوانی من در کسب درآمد بین سالهای 2007 تا 2008 یک موفقیت بزرگ به حساب می اومد. ولی اگه مثل بیشتر آدم ها معیارم این بود که یک شغل درست و حسابی و جدی پیدا کنم که بتونه مخارج زندگیمو بده و قبض ها رو پرداخت کنه، یک شکست خورده غم‌انگیز محسوب می شدم. من در یک خانواده مرفه به دنیا اومدم. پول هیچ وقت مسئله نبود. ولی لازمه بدونید که من در خانواده مرفه به دنیا اومدم که پول اغلب برای تفره رفتن از مشکلات استفاده می شد و نه حل مشکلات. خوششانس بودم چون اینکه در سنین کم به هم یاد دادن که پول در آوردن به خودی خود معیار الکی برای من و زندگی من به حساب میاد، چون میتونی کلی پول در بیاری ولی احساس بدبختی کنی، همانطور که ممکنه برشکست و بی پول باشی ولی بتونی خوشحال و راضی باشی. در نتیجه چرا از پول به عنوان معیاری برای سنجش عزت نفسم استفاده کنم؟ عوضش ارزشی که برای خودم انتخاب کردم چیز دیگه ای بود. آزادی، خودمختاری و استقلال رو انتخاب کردم. این ایده که یک کارآفرین باشم همیشه برام جذاب بود، چون متنفر بودم از اینکه بهم بگن چه کار بکن و چه کار نکن، و همیشه ترجیح دادم کارها رو اونجوری که خودم دوست دارم انجام بدم. ایده راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی خیلی به مزاجم سازگار اومد، چون میتونستم هر جا و هر وقت که دلم میخواد کار کنم. از خودم یک سوال ساده پرسیدم: کدوم رو ترجیح میدی؟ پول خوبی در بیاری و مشغول به کاری بشی که ازش متنفری؟ یا اینکه با این کسب و کار اینترنتی بازی کنی و یه مدت مفلس باشی؟ جواب برای من خیلی واضح بود. دومی. بعدش از خودم پرسیدم: اگه اینو امتحان کنم و بعد از چند سال شکست بخورم و مجبور بشم برم سر کار، آیا چیزی را از دست دادم؟ جواب منفی بود. به جای اینکه یک جوان مفلس بیکار 22 ساله باشم که هیچ سابقه کاری نداره، میشم یک مفلس بیکار 25 ساله که هیچ سابقه کاری نداره. جهنم. با انتخاب این ارزش، دنبال کردن پروژه های خودم یک شکست محسوب میشد. نه، پول نداشتن. خوابیدن روی کاناپه دوستا و خانواده و دو سال بعدش زندگی رو اینجور گذروندم. ولی خب یک رزومه خالی نداشتم. پارادوکس شکست موفقیت. وقتی پیکاسو مرد سالخورده‌ای بود، پشت میز کافه‌ای در اسپانیا نشسته بود و داشت روی دستمال کاغذی استفاده شده خط خطی می‌کرد. با خونسردی و بی‌اعتنایی خاصی که داشت هر چیزی رو در اون لحظه به ذهن و قلمش می‌اومد می‌کشید. یه جورایی مثل بچه دبیرستانی‌ها که روی در و دیوار دستشویی می‌کشن، با این تفاوت که این پیکاسو بود. در نتیجه بیشتر شبیه به شاهکارهای کوبیستی امپرسیونیستی بود که روی یک دستمال مندرس نقش بسته بود. بگذارید. زنی پشت میز بغلی نشسته بود و با حیرت خاصی داشت پیکاسو را نگاه می‌کرد. چند لحظه بعد پیکاسو قهوه‌شو سر کشید و همین که داشت جمع می‌کرد که بزنه بیرون، دستمال رو مچاله کرد که بندازه دور. اون خانم یهو پرید وسط و گفت: "وایستید، میتونم اون دستمال رو داشته باشم؟ حاضرم اونو ازتون بخرم." پیکاسو جواب داد: البته چرا که نه،
میشه 20,000 دلار. خانم طوری که انگار پیکاسو به سمتش آجوری پرتاب کرده باشه کلش رو برد عقب و با تعجب پرسید: چی؟ تو فقط 2 دقیقه روش وقت گذاشتی؟ پیکاسو گفت: نخیر بانو، کشیدن این بیشتر از 60 سال وقت منو گرفته. دستمال مچاله شده رو چپون توی جیبش و از کافه زد بیرون. بهتر شدن در هر چیزی بعد از هزاران شکست ریز و درشت میاد و بزرگی موفقیت شما به این بستگی داره که چند بار در چیزی شکست خورده باشید. اگر کسی در زمینه از شما بهتره، به احتمال زیاد بیشتر از شما در اون قضیه شکست خورده. اگر کسی از شما بدتره، به احتمال زیاد تجربه های سخت و طاقت فرسای یادگیری و خاک خوردن رو پشت سر نذاشته. اگه به بچه‌ای که تازه داره راه رفتن رو یاد میگیره نگاه کنی، می‌بینی که صدها بار میفته و دردش میاد، ولی هیچ وقت دست از تلاش بر نمیداره و به خودش نمیگه: میدونی شاید راه رفتن کار من نیست، توش خوب نیستم. اجتناب از شکست چیزیه که ما بعدها در زندگی یاد میگیریم. مطمئنم قسمت زیادیش از سیستم آموزشیمون میاد که خیلی زیاد آدمها رو بر اساس عملکرد قضاوت و اونهایی که عملکرد خوبی رو ندارند رو مجازات میکنه. قسمت کنده دیگرش از والدین ایرادگیر و سلطجو میاد که به بچه هاشون اجازه نمیدن به اندازه کافی روی پای خودشون گند بزنن و در عوض اونها رو به خاطر امتحان کردن هر چیز جدید تنبیه میکنن. و بعد رسانه های جمعی رو داریم که مدام تصاویری از موفقیت های کهکشانی رو به ما نشون میدن، در حالی که هزاران ساعت کار طاقت رسا و تمرین های سخت که برای دستیابی به اون موفقیت ها لازمه رو به ما نشون نمیدن. و اینجوری میشه که بیشترمون به جایی میرسیم که از شکست خوردن میترسیم، به طور غریزی از ناکامی اجتناب میکنیم و به چیزهایی میچسبیم که سر راهمون قرار گرفتن یا چیزهایی که همین الان توش خوب هستیم. این ما رو محدود و سرکوب میکنه. تنها زمانی میتونیم در یک چیزی واقعا موفق بشیم که بخوام توش شکست بخوریم. اگه نخوام شکست بخوریم، پس نمیخوام موفق بشیم. بخش زیادی از این ترس از شکست از انتخاب ارزش‌های الکی ناشی میشه. برای مثال اگر من خودم رو بر اساس این ارزش بسنجم که کاری کنم هر کسی که ملاقات میکنم از من خوشش بیاد، استراب سراسر وجودم رو میگیره، چون شکست خوردن من 100% توسط کنش‌های دیگران تعریف میشه، نه توسط کنش‌های خودم. کنترل اوضاع دست من نیست. در نتیجه عزت نفس من در گروه قضاوت‌های دیگرانه. در حالی که اگه این معیار رو برای خودم انتخاب کنم که زندگی اجتماعیم رو بهتر کنم، اون وقت میتونم برای ارزشی که دارم، یعنی روابط خوب با دیگران، تلاش کنم، صرف نظر از اینکه بقیه چجوری بهش واکنش نشون میدن. اینجوری عزت نفس من به رفتارها و شادکامی خودم بستگی داره. ارزش‌های تخمی همانطور که در فصل 4 دیدیم با اهداف ملموس بیرونی میان که خارج از کنترل ما هستند. دنبال کردن این اهداف استراب زیادی برای ما به بار میارن و حتی اگر بتونیم به اون اهداف هم برسیم، حسی تهی و مرده به ما میدن، چون وقتی به این اهداف میرسیم مشکلات دیگه‌ای نخواهند بود که ما حل کنیم. ارزش‌های بهتر همانطور که دیدیم فرایند محور هستند. چیزی مثل خودم رو صادقانه برای دیگران ابراز کنم که یک معیار برای ارزش صداقت هست. هیچ وقت کاملا تمام نمیشه. مشکلیه که مرتباً باید باهاش درگیر شد.
هر مکالمه جدید، هر رابطه جدید، چالش ها و فرصت های جدیدی برای ابراز صادقانه خیشتن با خودش میاره. این ارزش یک فرایند همیشگیه که در مقابل کمال گردن کشی میکنه. اگر معیارت برای ارزش موفقیت بر اساس استانداردهای دنیای لاکچری این باشه که یک ماشین و خونه قشنگ بخری و 20 سال از زندگیت رو صرف رسیدن بهش بکنی، وقتی بهش میرسی اون معیار چیز بیشتری نداره که بهت بگیده. حالا وقتشه به بحران میانسالی سلامی عرض کنی، چون مشکلی که تمام عمر تو رو تا اینجا کشوند ازت گرفته شده. جای دیگه‌ای برای ادامه رشد و بهتر شدن نمیشناسی و رشد همون چیزیه که خوشبختی میاره، نه یک لیست بلند بالا از دستاوردهای الکی. اگه اینجوری بهش نگاه کنیم، اهداف اونجور که به طور سنتی تعریف شده، فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، خریدن یک خونه کنار دریا، 15 کیلو وزن کم کردن، در مقدار خوشبختی که میتونن در زندگی برامون خلق کنن یک چیزی کم دارن. آره، ممکنه که برای دنبال کردن یک سری مزیت‌های آنی و کوتاه مدت خوب باشن، ولی به عنوان راهنمای مسیر کلی زندگی فاتحه خوندن. پیکاسو در تمام طول عمرش پرکار موند. عمرش به 90 رسید و تا سالهای آخر زندگی به خلق هنر مشغول بود. اگر هدفش مشهور شدن یا از دنیای هنر کلی پول به جیب زدن یا 1000 تا نقاشی کشیدن بود، یه جایی از زندگی دست از کار می کشید. زیر بار استراب و خود تردیدی خم می شد. احتمالاً توی کارش بهتر نمی شد و دهه پشت دهه این همه کار خلق نمی کرد و این همه دست به نوآوری نمی زد. دلیل موفقیت پیکاسو دقیقاً همون دلیلیه که یک پیرمرد با خوشحالی روی دستمالهای کافه خط خطی می کنه. ارزشی که پیکاسو عمیقاً بهش پایبند بود. خیلی ساده و متواضع بود و البته بی پایان، و اون ارزش ابراز صادقانه بود و همین بود که اون دستمال رو اینقدر با ارزش می کرد. در بخشی از این فراینده، در دهه 1951 روانشناس به نام کازیمیر دابروسکی روی بازماندگان جنگ جهانی پژوهشی رو شروع کرد که توش بررسی میکرد این بازمانده ها چجوری با تجربه های روانخراش جنگ کنار اومدن. اینجا که میگم لهستانه، در نتیجه اوضاع خیلی مخوف بود. این آدم ها چیزهای عجیبی رو تجربه کردن یا شاهد بودن. قحطی زدگی همگانی، بمب هایی که شهرها رو به کپه های نخاله تبدیل میکردن، هولوکاست، شکنجه زندانی های جنگ، تجاوز و یا قتل اعضای خانواده، اگر نه فقط به دست نازی ها، چند سال بعدش به دست سربازان شوروی. وقتی دابروسکی داشت این بازمانده ها رو مطالعه می کرد، متوجه چیز عجیب و خارق‌العاده‌ای شد. درصد قابل ملاحظه از اونها اعتقاد داشتند که تجربه های رنجبار زمان جنگ، اگرچه دردناک و روانخراش بودند، ولی باعث شدند که آدم های بهتر، مسئولیت پذیرتر و البته خوشحالتری بشن. خیلی ها زندگیشون قبل از جنگ رو جوری توصیف می کنند که انگار نسبت به کسانی که دوستشون داشتند قدردان نبودند، تنبل بودند و درگیر مشکلات کوچک و الکی و نسبت به هر چیزی که بهشون داده شده بود خودشون رو محق می دونستن. بعد از جنگ اعتماد به نفسشون بیشتر شد. شجاعتر شده بودند، قدردان‌تر شده بودند.
و مسائل علکی زندگی و رومخی‌های علکی اونها رو تکون نمی‌داد. واضحه که این آدم‌ها تجربه‌های وحشتناکی داشتند و خوشحال نبودن از اینکه مجبور شدن این تجربه‌ها رو داشته باشند. خیلی هاشون هنوز از زخم‌های عمیقی که ترکش‌های جنگ روی روانشون جا گذاشته بود زجر می‌کشیدند، ولی بعضی هاشون تونسته بودن از این زخم ها برای زیر و رو کردن زندگیشون استفاده کنن و مثبت‌گراتر و قدرتمندتر بشن. و اونها توی این قضیه تنها نیستن. برای خیلی از ماها خفن‌ترین دستاوردهایی که مایه مباهاتمون هستن همونهایند که زاییده سخت‌ترین ناملایمات زندگی بودن. دردها در اغلب موارد ما رو قدرتمندتر، منعطف‌تر و خاکی‌تر می‌کنند. برای مثال خیلی از کسانی که تونسته بودن شاخ سرطان رو بشکنن بعد از پیروزی در مقابل این بیماری احساس قدرت و قدردانی بیشتری داشتن. خیلی از کسانی که در جنگ بودن میگن که جان سالم به در بردن از اون فضای خطرناک و وحشتناک انعطاف روانی زیادی بهشون داده. حرف دابروسکی این بود که ترس و استراب و اندوه لزوماً همیشه حالتهای ذهنی نامطلوبی نیستند و گاهی نماینده درد لازم برای رشد روانی هستند و انکار اون درد یعنی انکار ظرفیت هامون. همانطور که آدمی باید کلی درد فیزیکی رو متحمل بشه تا ماهیچه ها و استخوان‌های وضعیت‌تر و قوی‌تری تشکیل بده، به همون شیوه باید کلی درد روانی رو تجربه کنه تا انعطاف‌پذیری عاطفی بیشتری به دست بیاره، نسبت به خودش احساس قدرت بیشتری پیدا کنه، همدلی بیشتری رو تجربه کنه و در کل خوشحال‌تر باشه. اساسی ترین تغییرهایی که در دیدگاهمون به وجود میان اغلب در نقطه انتهایی بدترین لحظه هامون اتفاق می افتن. فقط وقتی که رنج شدیدی حس می کنیم تمایل پیدا می کنیم به ارزش هامون نگاهی دوباره بندازیم و بپرسیم که چرا دارن باعث ناکامی ما می شن. ما به یه جور بحران اگزیستانسیالیست احتیاج داریم تا بتونیم نگاهی بی‌طرفانه بندازیم به اینکه چطوری داریم معنا رو از زندگیمون می‌کشیم بیرون و بعد در مورد تغییر مسیر کمی تأمل کنیم. می‌تونید اسمشو بذارید کفگیر به ته دیگ خوردن یا بحران اگزیستانسیال. من ترجیح میدم اسمشو بذارم پوست کلوف شدن بعد از یک طوفان بعد. دیگه خودت ببین کدومشون بیشتر بهت میخوره. شاید همین الان همچین جایی باشی. شاید داری از خفن‌ترین چالش زندگیت میای بیرون و پشمات ریخته چون همه اون چیزهایی رو که فکر میکردی درسته و عادی و خوب الان دارن عکسشو نشون میدن. این خوبه، این اولشه. دیگه واقعا نمیدونم چجوری روی این قضیه تاکید کنم که درد بخشی از فراینده. خیلی مهمه که حسش کنی، چون اگه همش دنبال سرخوشی های زود گذر باشی که روی درد سرپوش بذاری، اگه خودت رو غرق در خود محق بینی و مثبت اندیشه موهوم کنی، اگه خودت رو با ماریجوانا و الکل و چیزای دیگه خفه کنی، هیچ وقت انگیزه لازم برای تغییر رو پیدا نمی کنی. وقتی جوان‌تر بودم هر وقت یک ویدیو پلیر یا استودیو جدید برای خونه می گرفتم همه دکمه ها رو فشار می دادم، همه کاب ها رو وصل و جابجا می کردم فقط برای اینکه ببینم چی چه کار می کنه. با گذشت زمان یاد گرفتم که کل سیستم چجوری کار می کنه و چون بلد بودم چجوری کار می کنه اغلب اوقات تنها کسی بودم که ازشون استفاده می کرد. مثل خیلی از بچه های هم نسل خودم،
پدر و مادرم به من مثل یک نابغه با قابلیت‌های استثنایی نگاه می‌کردند. برای اونها این قضیه که من می‌دونستم با قابلیت‌های مختلف ویدیو پلیر کار کنم، حتی بدون اینکه به دفترچه راهنما نگاه کنم، مثل این بود که من تسلای بعدی هستم. آره، راحته که به نسل پدر و مادرهامون نگاه کنیم و به ترسشون از تکنولوژی‌های جدید بخندیم. ولی هرچه بیشتر وارد بادی بزرگسالی شدم، بیشتر متوجه شدم که هممون در زندگی حوزه‌هایی داریم که در اون مثل والدین من با ویدیو پلیر هستیم. ما میشینیم و سرمون رو میخارونیم و میگیم آخ چجوری، در حالی که واقعا قضیه خیلی ساده است. به سادگی این که بری و دکمه ها رو فشار بدی. همین. همیشه ایمیل هایی دریافت میکنم که آدم ها سال هایی از این قبیل ازم پرسیدن و سال های سال نمیدونستم چی باید جوابشون رو بدم. یک دختری است که پدر و مادرش مهاجر هستند و همه زندگیشون پول جمع کردند که دخترشون رو به دانشکده پزشکی بفرستن. ولی الان تو دانشکده پزشکیه و ازش متنفره. نمیخواد زندگیش رو وقت پزشک شدن بکنه. در نتیجه بیشتر از هر چیزی در دنیا میخواد از دانشگاه بیاد بیرون. ولی حس میکنه گیر افتاده. اونقدر گیر افتاده که توی اینترنت به یک غریبه مثل من ایمیل میده و ازش یک سوال واضح و احمقانه میپرسه. چجوری از دانشگاه پزشکی انصراف بدم؟ یا یک پسر دانشجو هست که روی معلم خصوصیش کراش داره و هر بار در مورد هر نشونه، هر خنده، هر جو، هر بدو بخندی کلی خیال پردازی و فکر میکنه و یک ایمیل 25 صفحه‌ای برام مینویسه که توش در نهایت نتیجه گیری میکنه که چجوری دعوتش کنم بریم بیرون شام. یا اون مادر مجرد که بچه‌هاش بزرگ شدن و درس و دانشگاه رو تموم کردن، علاف و بیکار می‌گردن و روی مبل‌های خونه دراز شدن، دستشون رو تو جیب مادر می‌کنن و به فضای شخصیش احترام نمی‌ذارن. اون می‌خواد که بچه‌هاش برن پی زندگی خودشون، می‌خواد خودش هم بره پی زندگی خودش، ولی خیلی می‌ترسه که بچه‌هاش رو از خونه بیرون کنه و از خودش دور کنه. اونقدر میترسه که از من میپرسه چه جوری ازشون بخوام که از خونه من نقل مکان کنن. اینها همون سالهای ویدیو پلیری هستن. از بیرون که نگاه میکنی جوابش خیلی ساده است، فقط خفشو و انجامش بده. ولی از دید این آدمها که به قضیه نگاه کنی، این سالها خیلی مبهم و پیچیده و گنگ هستند. معماهای اگزیستانسیال که با کلی چیستان دسته‌بندی شده و همینجوری توی یک سطل پر از مکعب‌های روبیک ریخته شده. سالهای ویدیو پلیری خنده‌دارند، چون جواب برای هر کسی که یکی از اونها داره سخت به نظر میرسه و برای کسی که نداره آسون. مشکلی که اینجا رنجه، پر کردن فرم‌ها و کاغذبازی‌های لازم برای بیرون اومدن از دانشکده پزشکی یک فرایند سرراست و واضحه. برای شکستن قلب والدین نه. دعوت کردن معلمت به یک شام به اندازه به زمون آوردن کلمه‌هاش ساده است. ولی ریسک آبروریزی و رد شدن دعوت خیلی پیچیده‌تر به نظر میرسه. اینکه از کسی بخوای از خونت بره یک تصمیم واضح و تمیزه، ولی این حس که داری بچه‌هات رو در زندگی تنها میذاری همچین حسی نداره. بیشتر دوران بزرگسالی و جوانی هم مشکل استراب اجتماعی داشتم. بیشتر اون روزها با بازی‌های کامپیوتری خودم رو سرگرم کردم و شب‌ها با مشروب خوردن و علف کشیدن و اینجوری حواسم رو از اون بیقراری پرت کردم. سال‌ها فکر صحبت کردن با یک غریبه، مخصوصاً اگر اون غریبه جذاب، جالب و
محبوب و باهوش باشه به نظرم غیر ممکن می اومد. سالها با یک سرگردونی توی کوچه و خیابون راه می رفتم و از خودم سالهای احمقانه ویدیو پلیری می پرسیدم. آخه چجوری؟ چجوری همینجوری می ری سمت یک آدم و باش حرف می زنی؟ چجوری یک نفر می تونه همچه کاری بکنه؟ همه جوره باورهای احمقانه ای در این باره داشتم. مثلا این که تو اجازه نداری با کسی صحبت کنی مگر اینکه دلیل موجهی برای این کار داشته باشی، یا اینکه خانم ها فکر میکنن اگه برم جلو و بگم سلام پس میخوام بهشون تجاوز کنم. مشکل اینجا بود که عواطف من واقعیت هام رو تعریف میکردن، چون حس میکردم آدم ها نمیخوان با هم حرف بزنن. باور داشتم که آدم ها نمیخوان با من حرف بزنن و در نتیجه سوال ویدیو پلیری من مطرح میشد که چجوری آدم ها به راحتی میرن جلو و با یکی حرف میزنن، چون نمیتونستم چیزی که حس میکنم رو با چیزی که هستم از هم جدا کنم. قادر نبودم از خودم بزنم بیرون و دنیا رو همون طوری که هست ببینم. یک جای ساده که دوتا آدم خیلی راحت میتونن به سمت هم دیگه برن و با هم صحبت کنن. خیلی از آدم ها وقتی درد یا خشم یا اندوه میاد سراغشون، هرچی دستشون هست رو میذارن کنار و سعی میکنن همه حساشون رو سر کنن. هدفشون اینه که به سرعت به اون حال خوب که داشتن برگردن. حالا شده با مواد یا اینکه خودشون رو گول بزنن به ارزش‌های الکیشون برگردن. یاد بگیر دردی که انتخاب کردی رو حفظ کنی. وقتی ارزش جدیدی رو انتخاب می‌کنی، یعنی انتخاب می‌کنی که شکل جدیدی از درد رو وارد زندگیت کنی. ازش لذت ببر، مزه مزش کن، با آغوش باز بپذیرش و بعد بدون اینکه تأثیر مخربی رو بذاره عمل کن. نمیخوام به دروغ بگم، این قضیه قراره اولهاش غیر ممکن به نظر برسه، ولی میتونی ساده شروع کنی. ممکنه حس کنی نمیدونی چه کار باید بکنی، ولی قبلا هم در این مورد حرف زدی. تو هیچی نمیدونی، حتی وقتی که فکر میکنی میدونی واقعا نمیدونی چه غلطی داری میکنی. پس واقعا کی برای از دست دادن داری؟ زندگی یعنی ندونستن و به هر حال یک کاری کردن. همه زندگی همینطوریه، هیچ وقت تغییر نمی کنه. حتی وقتی خوشحال هستی یا وقتی ناراحتی، حتی وقتی که برنده جایزه ویژه بانک میشی و یک ناوگان جت اسکی میخری، باز هم نمیدونی چه غلطی داری میکنی. هیچ وقت این رو فراموش نکن و هیچ وقت از این قضیه نترس. اصل یک کاری بکن. در سال 2008 بعد از اینکه 6 هفته رفتم سر یک کار کارمندی، کلاً به خیال این کار شدم و تصمیم گرفتم کسب و کار آنلاین خودم رو راه بندازم. اون زمان هیچ ایده‌ای نداشتم چی کار دارم میکنم، ولی فهمیده بودم که اگه قرار مفلس و بدبخت بشم، چه بهتره که در حال کار کردن روی کارها و پروژه‌های خودم این اتفاق برام بیفته. اون موقع مهمترین چیز برای من در دنیا دختر بازی بود. پس گور باباش تصمیم گرفتم یک وبلاگ را بندازم. موضوع وبلاگم چی بود؟ دختر بازی. نوشته‌هایی الهام گرفته از روابط عجیب و غریبی که داشتم. اون صبحی که بیدار شدم و دیدم یک فریلنسر هستم، در جا پنیک زدم. نشسته بودم پای لپتاپ که برای اولین بار در زندگی متوجه شدم خودم مسئول همه تصمیمات خودم و عواقبشون هستم. مسئول این بودم که طراحی وبسایت، بازاریابی اینترنتی و همه این موضوعات تخصصی رو به خودم یاد بدم. الان دیگه همه اینها روی دوش من بود و من همون کاری رو کردم
که هر جوون 24 ساله‌ای که تازه از کارش اومده بود بیرون و نمیدونست با زندگیش چه کار کنه میکرد. چند تا بازی کامپیوتری دانلود کردم و یه جوری از کار کردن تفره رفتم که انگار ویروس ابولا بود. چند هفته که به همین منوال گذشت و حساب بانکیم به وضعیت قرمز در اومد، برام واضح بود باید یک استراتژی بچینم که خودم رو به روزی 12 الی 14 ساعت کار وادار کنم، چون برای شروع یک کسب و کار از صفر باید خیلی کار میکردم و این برنامه از جایی بهم الهام شد که عمرن فکرشم نمیکردم. وقتی در دبیرستان بودم معلم ریاضیمون آقای پکپوت همیشه میگفت وقتی روی مسئلهی گیر کردی به جایی که بشینی و بهش فکر کنی روش کار کن، حتی اگر نمیدونی چه کار داری میکنی. همین که روش کار کنی در نهایت باعث میشه ایده ها و راهکارها بیان سراغه. اوایل اون دوران فریلنسری وقتی که هر روز دست و پا می زدم و هیچ ایده‌ای نداشتم که چه کار کنم و از نتیجه‌ها یا نبود اونها ترسیده بودم، این توصیه آقای پکبود از زیر زمین ذهنم اومد بالا. مثل یک مانترا به هم الهام شد که می گفت همونجا نشین الکی، یک کاری بکن، جوابها خودشون سر و کلشون پیدا می شه. روزهایی که توصیه آقای پکبود رو انجام دادم، درس بزرگی درباره انگیزه یاد گرفتم. 8 سال طول کشید که این درس بره تو مخم، ولی چیزی که در طول اون ماهای سخت و کشدار شروع به بلاگ نویسی و اون همه پست نصیحتی خنددار و حساب بانکی و خالی و زندگی کاناپه‌ای یاد گرفتم، شاید مهمترین چیزی باشه که در زندگی ازش درس گرفتم. عمل فقط معلول انگیزه نیست، علتش هم هست. بیشترمون وقتی دست به عمل میزنیم که به سطح خاصی از انگیزه برسیم و زمانی انگیزه میاد سراغمون که به اندازه کافی الهام عاطفی بهمون دست بده. فکر میکنیم که این مرحله یک همچین زنجیره‌ای رو طی میکنه: الهام عاطفی، انگیزه، عمل. اگه میخوای یه کاری رو انجام بدی ولی انگیزه نداری، فکر میکنی به فنا رفتی، براش کاری نمیتونی بکنی. تا وقتی که یک انقلاب عاطفی درونت اتفاق بیفته که انگیزه کافی رو در تو ایجاد کنه که از روی کاناپه پاشی و کارتو انجام بدی. قضیه انگیزه اینه که یک زنجیر سه حلقه‌ای نیست، بلکه یک لپ بی‌نهایته. الهام، انگیزه، عمل، الهام، انگیزه، عمل، الهام، انگیزه، عمل و همینطور تا آخر. کارهای شما جرقه‌های عاطفی و الهام بخشی میشن و همینطور جلو میرن و انگیزه میشن برای کارهای بیشتر. اگه این قضیه رو خوب درک کنیم، میتونیم با یک چرخش طرز فکر اون رو برای خودمون اینجوری استفاده کنیم: عمل، الهام، انگیزه. برای اینکه یک تغییر مهم در زندگی ایجاد کنی انگیزه نداری؟ یک کاری بکن، واقعا هر چی، و بعد تأثیری که اون عمل روی زندگیت میذاره رو یه جوری استفاده کن که بشه انگیزت. من به این قضیه میگم اصل یک کاری بکن. بعد از اینکه از این اصل برای راه اندازی کسب و کار خودم استفاده کردم، اون رو به خواننده هام یاد دادم، مخصوصا اونهایی که گیج و سردرگم می اومدن و سالهای ویدیو پلیری می پرسیدن چطوری کار پیدا کنم، یا چجوری به این پسره بگم که میخوام دوست دخترش باشم و چیزهای از این قبیل. 2 سال اول که برای خودم کار میکردم، هفته پشت هفته گذشت بدون اینکه چیز خاصی به دست بیارم. دلیلش هم چیزی نبود جز اینکه من در مورد کارهایی که باید انجام میدادم خیلی مضطرب و نگران بودم و اینکه خیلی راحت کارها رو پشت گوش میانداختم و خیلی زود یاد گرفتم
اگه خودم رو مجبور کنم که یه کاری کنم، حتی پیش و پا افتاده ترین کار خیلی زود باعث میشه شاخ غورها ساده جلوه کنم. اگه قرار بود کل یک وبسایت رو از نو طراحی کنم، خودم رو مجبور میکردم که بشینم پای کار رو به خودم میگفتم خب الان فقط هدر سایت رو طراحی میکنم. ولی وقتی هدر رو تمام میکردم متوجه میشدم که رفتم سراغ بقیه قسمت های وبسایت و قبل از اینکه به خودم بیام میدیدم که کلی انرژی دارم و هنوز درگیر پروژه‌ام. تیم پلیس نویسنده داشت داستان رمان نویسی رو تعریف میکرد که بیشتر از 70 رمان نوشته بود. یک نفر از اون رمان نویس پرسید که چطور تونسته بود اینقدر استمرار داشته باشه و انگیزش رو حفظ کنه. اون جواب داده بود 200 کلمه چرت و پرت در روز، همین. ایده این بود که اگه خودشو مجبور میکرد که 200 کلمه چرند بنویسه، عمل نوشتن به تنهایی الهام بخش اون میشه تا به خودش بیاد میدید که هزاران کلمه رو آورده روی کاغذ. اگه ما از قانون یک کاری بکن پیروی کنیم دیگه شکست اهمیتی نداره. وقتی استاندارد موفقیت صرفاً عمل کردن باشه، وقتی هر نتیجه خودش یه پله پیشرفت به تنهایی با اهمیت تلقی بشه، وقتی انگیزه و الهام به عنوان پاداش و نه پیش نیاز تلقی بشن، ما خودمون رو به جلو میرونیم، با خیال راحت شکست میخوریم و اون شکست ما رو به جلو هل میده. قانون یک کاری بکن نه تنها بهمون کمک میکنه بر اهمال کاری غلبه کنیم، بلکه میتونه فرایندی باشه که باهاش ارزش‌های جدیدی برای خودمون انتخاب کنیم. اگه افتادی وسط یک بحران اگزیستانسیال و همه چیز بی‌معنی به نظر میرسه، اگه همه اون روش‌های خودت رو باهاش اندازه‌گیری می‌کنی کم آوردن و سرت به بدنت سنگینی میکنه، اگه متوجه شدی که پیگیر رویاهای اشتباهی بودی و به خودت آسیب رسوندی، اگه متوجه شدی که معیارهای بهتری هم هستن که با اونها خودت رو ارزیابی کنی ولی نمیدونی چجوری، جواب همون قبلیه. یک کاری بکن. اون یک کار میتونه کوچکترین عمل شدنی در راستای یک چیز دیگه باشه، میتونه هر چیزی باشه. اگه این روزها متوجه شدی که در همه روابط یک عوضی حق به جانب بودی و حالا میخوای همدلی با دیگران رو تمرین کنی، باز هم جواب همونه. یک کاری بکن، ساده شروع کن. گوش دادن به مشکلات یک آدم دیگه رو برای خودت بذار یک هدف و اینکه برای کمک کردن به اون آدم وقت بذاری. فقط یک بار این کارو بکن، یا به خودت قول بده دفعه بعد که حالت بد شد خودت رو ریشه مشکلاتت بدونی. بیا این طرز فکر رو امتحان کن و ببین چه حسی داره. اغلب اوقات این همه کاریه که برای غلطاندن کله برف لازمه، عملی که نیازه تا الهام بخش انگیزه بشه برای حرکت رو به جلو. تو میتونی منبع الهام خودت بشی، میتونی منبع انگیزش خودت بشی. عمل همیشه دم دسته و اگه یک کاری کردن معیار موفقیت تو باشه، اون وقته که حتی شکست هم تو رو به جلو هل میده.